راویان اخبار و ناقلان آثار چنان گفتار نمودن بنده مرگ میکنم، چون آقایان درخواست کردن ججوخانی هست، آدم رشید، قهرمان، اولین جنگ جهانی اول روسا که وقت وارد ایران شدن، این بابایم بچه کوپکان بود با دو تا برادرش، اینا گوسفنده را میبرن دراگست، دراگست یه جایی هست مرتگاش خوبه برای گوسفند. شوروی هم که وارد ایران شده و مثل آخری شوروی نیست که هیچ و مردم دخالت نکردن، ولی اونها خیلی پاکستارت کردن در ایران. این بابا دو تا برادر گوسفندارشان در بیابون، خودشان در محمد آباد شهر دراگست در اونجا سکنه گرفتن، میرن اگه از گاب و گوسفندشان سرکشی میکرد میامدن شهر. این روش هم تو خیابون مال مردم، ناموس مردم تجاوز. این بچه هم چون از اونجایی که غیرت شجاع بود رنج میبرد، چند مراتب هم در خیابون با اینا درگیری شدن، مردم نگذاشتن اینا درگیر باشن. این بابا یک روز مختصر عرض میکنم که اگر ما جایی نخواهد رسید، این بابا بی یک روز میاد تو یک کافی میشینه که یک پیرمردی مثل بنده من شاهنامه میخونه. شاهنامه‌ش هم در اونجا رسیده که نوذر از بین رفته، میخوان یک نفر بره کیقباد رو بیاره در ایران. در همونجا گفت چی ایران مباد و تن من مباد. تا این حرف را میشنوه هم دو تا کنده زانو میشینه، دو تا دست شنجه میذاره، کلاه پشتی از سرش حرکت میکنه. بعد میشینه پلی پیرمرده میگه ما چیکار کنیم؟ ما اینکه موندیم معطل، چند مراتب ما با اینا درگیر شدیم. از این پیرمرد سوال میکنه، صاحب با هم سوال جواب میکنن، بنده مرگ میکنن به خدمت جناب. هم دومان بونه بایدان شیرم ادان هم دومان بونه بایدان شیرم اقجا دشمن در میگن و دیران بستنم ادن نا امید ملت دوی شاره بیچ منایه هیچاره ندید و جمال دیدیم. I don't let you to the man, 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 man.
مردم تو برون سیر و خوران ساری جانه هی لرزان از سمانگیم چون دیداری دنه هی عمدن گدر مجدنم گدر دادی هی عمدن گدر ایرانی ات حلاجی دنه چارا ندون پیر ما یایونی Bağla düğüneyi, düşmana işareyi Düşman başını kesip oğlan tenleri paracan Ve düşmanlar anasıyı, kuy gitsin karayı Hibbelin bağla cacım khan, himmet vakti düğün Dönüm vakti düğün Kelatta nadir yok aman 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 döner lan kömek eylesin oğlum Kelatta nadir yok kömek eylesin Teberun berginden hay bağrı çatlasın ay Hem oğlam Ali kömek eylesin gelsin هی بو غیرت امری و الله علا یکیدی دوستی یاری خلاصه کلام این کلام حالا که وقتی گفت پیرمرد گفت پسر جان این میدان مرد میخواد خون میخواد این خان خیلی آدم میخواد در ایلیشون دولتش روس از خیلی قویه این هم یک دفعه از راه حرکت گفت من از جان از مال از برادرم گذاشتم مرد میخواد به من کمک بکنم آدمم آزاده خواه رشید زیر بار نمیره که من جانمو گذاشتم راه ایران حالا منم یک شهیدی از برای خاک ایران باشم چه بهتر است کم تا از این جوانای رشید با این همدست شدن و کم کم میخوان به راه بیفتن شبانه ای روس را در اونجا خفه کن ای را در اینجا خفه کن یا چند تا اسلحه بگیره آوردن هنوز روسیه هم نمیدانن این کشتار را کی میکنن کم کم یک جانی گرفت یک دوازده بیست نفری که جمع شدن سواره خودشم سرمایه داد بود دیگه مثل من یاد که نبود بله بعد رو شوروی فهمیدن که این بابا کار ججو هست تعقیب کردن از اطراف و تقریبا دویست سی سوار با هم بود تو بیابون و از این روستا به این روستا از این کو به این کو یک روست به اعترافش جماعت شد جمع کرد و گفت من کارم کردم بگم من از خدا امداد میخوام حالا قلبش در اینجا سوخته از خدا امداد میخواد منم عرض میکنم به خدمت جناب
آی یا رحیم و رحمان دلی برهان، یا رحیم و رحمان دلی برهان، یا برهان آی برهان، بگو من کمک ندن دلی. آی دامو دوبله اونو نگذ و دوشن ایمانی یمانی. Ay bir gün bana köpek mümkün canım. Gelvan İran'a girdik, düşmanlar gelvan İran'a girdik, can girdik, bizim vatanımız hatara düştük. Ay bizim devletimizi meylet oldu, can oldu, Allah'ım kime canımıza verildi. Namusun üstünde ağlara uldum, namusun üstünde ağlara uldum, can uldum, uy uldum, bir neçe Rus bir gün başını kesti. Ay nesil kardeşim lan aman ey sana kurban avara yok değil. Ay Mevlam elimize kömek verildi. Özümdər qalmışam edən işimə, özümdər qalmışam edən işimə, işimə. İndi bildim qova gəlir başımə. Ay Allahım nüzrət ver mənim işimə. Mevla Ali bizə kumək verildi. Kömək istərmən, Allahımdan bir kömək istərəm, istərəm. Əgər nüslət versə düşmən qırarəm. Acadın fikrə edu beyində imdad istərmən, ay. Moğlam kömək versə bilə var. خلاصه کلام، وقتی که از خدا امداد خواست، خدا هم برای این فرجی فراهم کرد. خلاصه کلام، این در حدود 50-60 سواره فراهم کرد، طرف قوچان سرازیر میشه.
در موقع آمدن، حالا ججو در اینجا باشه، یک عده ای از این عشایر نشینان و قوچان در کوه دلبه، الان ما میگیم بینالود، در اونجا سکنا گرفتن، روی گوسفنداشون بودن. شبانه ده بیست تا نفر از این ترکمنا بینه حمله میکنن، مال اموالشون رو میبرن، چند تا دختر با اینا اسیر میکنن میبرن. بیا از او بر اینا میان از شجاعت دلک شکایت میکنم، یک عکس العملی هم از خودش نشان نمیده. بی اینا میگن بابا تازه یک نفر خانی از جان گذشته، شما مگر برین پهلوی اونها. اینا میان راست در همین دره تبرک الان میخوان سد ببندن، اینجا ججو خان رو میبینن، گریه و زاری میکنن. حال قضای اینطوری شد، تمام صحبت را برای ججو خان مفصلا صحبت میکنن. در عمرش که این بابا گریه نکرده، پیشانی لوله تفنگ را در پیشانی گذاشت، صدا کشید و گریه کرد. بعد نامه ای نوشت برای شجاعالدوله، آقا شما مملکت مال شماست، شما خان قوچان هستین، با دولت ارتباط دارین، به داد این ملت برسید. شجاعالدوله را میخواد، یک بالا سر قوچان یک دی هست به نام آخکری است، اینا با شجاعالدوله در اونجا صحبت میکنن. شجاعالدوله گفت من از دست من چی میاد، من چیکار کنم؟ گفت اگر نکنی من باید این کار را بکنم. در اینجا دو تا روایت هست، یک روایت میگن که از طریق دولت، از طرف مرکزیت ایالت و ترکمنستان کاغذ نوشت که افسرای اینا را برگردانین، یک روایت چمینه که ججو خودش رفت با صد تا سوارا از اونا اسیرانا گرفت و مال امانشو برگشت آورد. اینایی که آمدن شکایت میکنن، به اینا تسلی میده، بنده هم برگی میکنی. چشمیان ابرا بهار تک گلدری جن یاشلری، چشمیان ابرا بهار تک گلدری جن یاشلری، سر بول تکین خم اونم دونم آمدی مولدی، استرم درگاه حق دن خیلی خیلی اولدی، تاج تختی بر هم اولسون غارگی یت میوم ناموس یه در یت سم جادن الچه تو عجب گردام توفان علی شد، خانه یکم ده قلب من گذلریم دنیا شده شد، دشمنم چختر من این گلقم میدانه گیراد، ساچ زنبول کمی گوزان گلیزی بازی گداد، ساچلری زنبول کمی گلیزی بازیلر گداد، گتمیوم ناموز گدر گتسن بو جادر الچشون.
sen ayan ben yürümünün bakrini kara eyledi. Sen ayan ben yürümünün bakrini kara eyledi. Hangeri çiğnen ile boğun boşunu seyledi, seyledi. Ay günü günümden beter görsen benimle eyledi. Düşlerim şaldı hem de dostları kar eyledi. Yetmeyim namus gelir ay, yetsem bu can derem şekil. Yetmeyim namus gelir, yetsem bu can derem şekil. من ججویم ای خدا یار افغان ایلرم یا علی امداد یک جان جان ایلرم گر کمک اتسای منه دشمن برباد ایلرم غیر اسلام دین من اولگه دین ایلرم Yetmeyim namus gider geçsem bu yandan her şey kumeyim. Yetmeyim namus gider geçsem bu yandan her şey kumeyim. خلاصه ای کلام وقتی که اینا را تسلی داد گفت شما برین دیگه یا خدا به من میده یا که یه کاری میکنم اگه خدا به من کمک بکنه چلا کاره ای خواهد شد باش ایجاد دولت که هیچ کاری عکس العملی نشد و خودش روانه شد ترکمنستان حالا مختصرن عرض میکنن این اوسرایی که بردن مال اونها را با اونا یک چند فرسخی مونده بود نامه ای نوشت که حال قضای اینطوری من صد سواره از جان گذشتم آمدم یا اوسرا را بدین یا دیگه درگیر میشیم یا خدا به شما خواهد داد یا به من بنده مختصرا عرض میکنم این آقا یک روز در این روستا صد تا سواره از اطراف قوچان اونهایی که از اسفراین و بجنورت و شیروان در اطراف جمع شدن اونایی که قابل پسند بود اینها صد تا سوار همش مسلح یراق بسته آقا در کوها مخفی میشد در روسته ها چند شب مخفی میشد یک شب خودشا میزد به پایگاه خدا میدان چقدر قلقم میکرد اسلحه ها را میبرد باز مخفی میشد از این روزهای روزا یک روز قلعه ما به نام علی آباد 8 کیلومتری قوچان موقع غروب میرسه به ما بعد اینا سربازات رو بخش میکنن هر خانه اونهایی که سرشان با کلاش میاردید و یک چیزی داشتن یکی سه تا سواره پنج تا سواره ججو یک را درخواست کرد که یک جای به من بدین که بر همه جا من با دید نظر داشته باشم یک بالا خانه بود ما یک حاجی در همونجا با برادر شکنا گرفته او سربازای دیگر را می قلقی ها پخش کرده شب در اونجا مون صبح شد بزرگان ده را خواست گفت آقایان من میرم ولی ممکنه که این خبر به شوروی میرسه وقتی آمدن هیچ عکس العمل از خودتان نشان ندید از وقتی یک نفر قاصدی آمد گفت آقای ججوبک گفت بله خان بله یک نفر دوچرخه سواری ساعت 9 و 10 آمد روی قلعه یک گشتی کرد و با چند نفر صحبت کرد رفت قوچان تا این حرف را گفت زمان سابقی دوچرخه را میگفتن اسب چو اینا میگفتن اسب چوی آمد اینجا جستجو کرد ججو فهمید که
این از طرف شوروی جاسوس آمده اینجا، ببیند ججو در اینجا هست یا نیست. تا این خبر را شنید دلش به هم خورد، رو کرد به برادرش، گفت این خبر مرگ منه. حالا بنده عرض میکنه ببین چی. قاصد مرگم دور منه، قاصد مرگم دور منه، گنده خبر داره لسان. آیا بشدم خواب گفلت در ایده بانگم خبر داره توکل دوم الله جان الله یوزم دو تمای قبله گا آیا تن نجفته یا تن اون شاهی جان دل سن من مرغی آی مگر من یه اشاخ لسون. Thank you.